بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند سلام و خداوند علیم. سال تحصیلی 1399-1400 رو آغاز بفرمایید با زنگی که به صدا در می آورید. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از 7 ماه تعطیل بودن مدارس سراسر کشور، آغاز سال تحصیلی امسال رنگ و بوی دیگری خواهد داشت. ما امسال با مسئولیت سخت‌تر و سنگین‌تر بار آموزش دانش آموزان سراسر کشور رو بردوش می‌گیریم. معلمان عزیز، مدیران مدارس، همه مقامات مسئول وزارت آموزش و پرورش، همه ما امسال در یک آزمون بزرگی قرار گرفتیم تا وظیفه امون رو دقیق‌تر و سخت‌تر از سالهای گذشته به انجام برسانیم. برای ما بسیار مهمه که در کنار زندگی مردم، در کنار حیات جامعه، سلامت مردم و سلامت جامعه، روند علم و دانش و آموزش در کشور جریان داشته باشد. همونطور که در ماهای گذشته ثابت کردیم دوگانگی نان و جان دروغ است و همونطور که روشن کردیم دوگانگی سلامت و دیانت ناصحیح است، امروز هم به مدد همه خانواده ها، دانش آموزان عزیز، معلمان گرانقدر، ثابت می کنیم دوگانگی سلامت و آموزش، دوگانگی خانه و مدرسه نادرست است. ما سال تحصیلی رو با دقت بیشتر در امر سلامت، این نکته روشن باشه، آموزش و پرورش در طول سالیان دراز و گذشته یکی از دغدغه‌هاش همیشه سلامت دانش آموزان بوده. قبل از اینکه دانش آموزی به مدرسه وارد شود، غربالگری‌هایی که انجام می‌گرفت به معنای دغدغه آموزش و پرورش برای سلامت کودکان و دانش آموزان عزیز ما بود و همیشه دغدغه آموزش دانش آموزان داشتند که با بهترین بیان، با بهترین کمک آموزشی، با بهترین کتاب بتوانند نوجوانان و جوانان عزیز ما را به مقصد عالیشون که علم و دانش و فراگیری و مهارت هست برسانند. امسال این دقت‌ها بیشتر خواهد بود. سلامت دانش آموزان به دلیل حضور یک دشمن طبیعی در میان جامعه، یعنی ویروس کرونا، با دقت بیشتری باید مد نظر قرار بگیرد. این بار بر دوش پدران، مادران، خانواده، مدیران و بر دوش معلمان سرفراز ما هست. امروز علم و دانش آغاز می شود تا بگوییم که آموزش در کشور ما
در سخت‌ترین شرایط تعطیل نخواهد شد. ما در 8 سال جنگ تحمیلی آموزش رو تعطیل نکردیم. ما در روزهای سخت بمباران در شهرها آموزش رو تعطیل نکردیم و دانش آموزان ما علارغم سختی ها آموزش خود را در مدارس آموختند و یاد گرفتند. امسال ضمن تبریک سال تحصیلی به همه دانش آموزان، معلمان و خانواده های عزیزشون، محضر معلمین عزیز عرض می کنم امسال رسالت و وظایف سخت‌تر و سنگین‌تری بر دوش همه شما عزیزان و فداکاران صحنه علم و دانش و پیشرفت و تعالی کشور است. هر کس که معتقد است آموزش باید تعطیل شود، معناش این است که معتقد است پیشرفت کشور و رشد و تعالی نوجوانان و جوانان باید متوقف شود، در حالی که آموزش توقف ناپذیر است. فراگیری در شرایط مختلف توقف ناپذیر است. اما در سال جدید معلمین عزیز ما علاوه بر رسالت و وظیفه همه سالهشون، وظایف جدیدی را نیز بر دوش دارند. اولین وظیفه معلمین عزیز ما مسئله مقابله با ویروس کرونا است. در مدرسه مدیر و معلم سنگین‌ترین بار را بر دوش دارد. البته همه دانش آموزان عزیز ما و خانواده‌های آنها نیز کمک خواهند کرد. مهارت آموزی دانش آموزان برای سلامتشون در شرایط کرونا یکی از وظایف مهم معلمین عزیز ماست. یعنی قبل از اون که هر درسی در کلاسی آغاز شود، ستاد ملی کرونا و همه ما از معلمین عزیز می‌خواهیم که آغاز هر کلاسی با توصیه بر پروتکل‌های بهداشتی شروع شود و آغاز شود و در هر کلاسی سوالات دانش آموزان در زمینه سلامت اونها و مقابله با کرونا محل بحث قرار گیرد. از این 35 دقیقه کلاس، 5 دقیقهش دقت در امر سلامت و اولویت سلامت در آغاز هر کلاس باشد. مسئله دوم که به عنوان بار سنگین بر دوش معلمین عزیز ما هست، مسئله رفع اضطراب است. ایجاد اضطراب در جامعه، ایجاد نگرانی در میان خانواده ها، ایجاد نگرانی در ذهن دانش آموز مانع اون می شود که بتواند سال تحصیلی رو با قدرت، با آرامش، با دقت کلاس های درس را پیگیری کند. از همه معلمین عزیز خواهش می کنم به دانش آموز سکونت و آرامش بدهید تا استرابی در دل نداشته باشند. اگر ما بهداشت را مراعات کنیم، اگر نظافت مد نظر ما باشد، ضد عفونی کلاس، ضد عفونی یا شستن دست ها، استفاده مداوم از ماسک و رعایت فاصله می تواند ما را از این بیماری مسون بدارد. معلمین عزیز ما باید ضمن مهارت آموزی
آرامش را در دل نوجوانهای ما به وجود بیاورند. وظیفه سومی که امسال بر دوش معلمین عزیز ما هست این که در امسال آموزش سبک و سیاق جدیدی به خود میگیرد. کوتاه کردن آموزش، خلاصه کردن آموزش، کپسولی کردن آموزش، با بهترین بیان، شیواترین بیان در کمترین زمان، این اساس آموزش امسال است. آموزش امسال متفاوت هست با سالهای دیگر. ممکن معلمین ما مجبور شوند برخی از تکالیفی که قبلا دانش آموز در کلاس انجام میداده اون را به خانه محول کنند و اون تکالیف را در خانه انجام دهد. بنابراین پدران و مادران باید یاری و کمک دانش آموزان عزیز باشند که همیشه بودند و امسال بیشتر. ممکن است در مدارسی کلاس ها برای دانش آموزان به علت جمعیت کلاس و لزوم رعایت فاصله گذاری یک روز در میان باشه. بتونیم وسائلی رو فراهم بکنیم که دانش آموز در اون روزی که در مدرسه نیست از طریق فضای مجازی در کلاس حضور داشته باشد. هنر ما اینه که همه دانش آموزان در ساعت مدرسه همه روزه حضور در کلاس داشته باشند، یا حضور فیزیکی و یا حضور از طریق فضای مجازی. بنابراین کلاس به طور کامل برگزار می شود، برخی در خدمت معلم و در مدرسه و برخی در منزل از طریق فضای مجازی یا از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی. بنابراین امسال سال ویژه‌ای هست در نحوه آموزش برای دانش آموزان عزیز ما. من از معلمین عزیز و بزرگوار و مدیران خواهش می‌کنم که موضوع سلامت دانش آموزان و عزیزان ما و فرزندان ما به عنوان اولویت اول باشد. اگر شبهه‌ای در سلامت دانش آموز هست، لطفاً او رو به منزل برگردانید. اگر اعضای خانواده‌ای مبتلا به کرونا شده اند، حق ندارند فرزند عزیز خودشون رو به مدرسه بفرستند. همونطور که خودشون در خونه باید 2 هفته قرنطینه باشند، فرزندان عزیز اونها هم در خانه قرنطینه باشند و از طریق رادیو، تلویزیون و فضای مجازی از کلاس بهره‌مند شوند. بنابراین سال تحصیلی جدید امسال با تمام سالهای تحصیلی یک قرن گذشته متفاوت است. سالی که سال تحصیلی که اتفاقا به پایان قرن هم متصل می شود، سال تحصیلی 99400 که نیمی از این سال تحصیلی در سال 1400 است که آخرین سال قرن 14 ما هست و قرن 15 هجری شمسی آغاز خواهد شد. بنابراین در سال جدید با شیوه جدید، با دقت جدید، با ایثار بیشتر، با فداکاری بیشتر، با نظم و انضباط بیشتر. نکته آخرم، امسال سال انضباط دقیق دانش آموزانه. چیزی شبیه پادگانهای آموزشی نیروهای مسلح. همیشه در کلاس ها و در مدرسه انضباط یک اصل بوده، اما امسال اصل مهمه، یعنی دانش آموزی که حتما باید فاصله را مراعات کند، دانش آموزی که در موقع ورود، در موقع خروج با تراکم و ازدحام نباید مواجه شود،
دانش آموزی که در مسیر راه از منزل تا مدرسه باید اصول بهداشتی را مراعات کند. پس امسال سال نظم و انضباط دقیق برای دانش آموزان عزیز ماست که این میتونه برای آینده زندگی ما و ادامه رشد جامعه ما بسیار مؤثر باشه. سوال مهر امسال هم در همین زمینه است. سوال من از دانش آموزان این است: دانش آموزان عزیز در سراسر کشور، خطاب من به 14.5 میلیون جمعیتی است که امروز آغاز سال تحصیلی خود را جشن می‌گیرند. عزیزان من، فرزندان من، برای مقابله با ویروس کرونا چگونه باید به خانواده خودتون و همکلاسی‌های خودتون کمک و یاری کنید؟ نحوه یاری و کمک شما به همکلاسی‌هاتون، به هم مدرسه‌ای‌هاتون، به دوستانتون و همچنین به اعضای خانواده‌تون به عنوان سؤال مهر امسال ماست که امیدوارم بهترین پاسخ‌ها را از طرف دانش آموزان عزیز دریافت بکنیم. سالی پر از شکوفایی، سالی پر از حرکت در مسیر علم و دانش، سالی پر از انضباط و دقت برای سلامت برای همه شما آرزو می‌کنم. امیدوارم آنچنان معلمین و مدیران و خانواده ها در سلامت فرزندان و خود عزیزان ما در سلامت خودشون کوشا باشند که هیچ مشکلی در هفته های آینده و در ماه های آینده از بازگشایی مدارس در کشور نداشته باشیم. شاد و موفق و پیروز باشید و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.